اما در ارتباط با تحولات ونزوئلا، نیکولاس مادورو به رغم تداوم تظاهرات گسترده ضد دولتی در ونزوئلا، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، خواهان استعفای نیکولاس مادورو هستند. اما حمایت روسیه و کوبا از آقای مادورو ادامه دارد. گزارش زلاتیکاهوک از صدای آمریکا. تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا با برخورداری از حمایت بین‌المللی ادامه دارد. تظاهر کنندگان هوگو چاوز، رهبر چپگرای پیشین و جانشین نیکولاس مادورو را مسئول فقر در ونزوئلا می‌پندارند. من 30 سالم و 20 سالی که این رژیم را دیدم. کیفیت زندگی در این 20 سال بدتر شده و یک شکاف فزاینده بین مردم به وجود اومده. علاوه بر ارتش که همچنان به نیکولاس مادورو وفادار مانده، بعضی مردم عادی نیز از او حمایت می کنند. وقایع دیروز ناتوانی کامل راستای افراطی را نشان می داد. ما برای دفاع از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اینجا هستیم. آقای مادورو همچنین از حمایت روسیه، چین، کوبا و چند کشور دیگر برخوردار است. مقام های آمریکا می گویند کوبا نیروهایش را برای تقویت محافظت از نیکولاس مادورو به ونزوئلا اعزام کرده است. واشنگتن علیه هر گونه خشونت در ونزوئلا هشدار داده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دخالت نظامی از جمله گزینه‌های ممکن برای حل بحران در ونزوئلا خواهد بود. پرزیدنت به طور شفاف و مداوم بر اقدام نظامی احتمالی در صورت لزوم تاکید کرده. این اقدامی است که آمریکا انجام خواهد داد. ما تلاش می‌کنیم تا جایی که ممکن است از خشونت پرهیز کنیم. ما از همه طرف‌های درگیر خواسته‌ایم در آن مسیر حرکت نکنند. ما خواهان گذار مسالمت آمیز دولت از طریق کنارگیری مادورو و برگزاری انتخابات جدید هستیم. نیکولاس مادورو روز سه‌شنبه در تلویزیون سراسری مدعی شد جنبش اپوزیسیون ونزوئلا شکست خورده است. این در حالی است که مایک پامپئو میگوید آقای مادورو خود را برای ترک کاراکاس به مقصد کوبا آماده کرده بود، اما روسیه نظرش را عوض کرد. دانا شالالا سناتر دموکرات فلوریدا در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد ایالات متحده اجازه دخالت خارجی در ونزوئلا را نخواهد داد. ما خواهان گذار مسالمت‌آمیز هستیم و کوبا، روسیه، ایرانی‌ها و هر کی را که در سیاست ونزوئلا دخالت کند زیر منگنه خواهیم گذاشت و به همراه خوان گوایدو رهبر مشروع ونزوئلا این فشار را تا وقتی آنجا را ترک نکنند و زمینه یک گذار مسالمت‌آمیز و برگزاری انتخابات فراهم نشود اعمال خواهیم کرد. دانشالالا تأکید کرد در حمایت از انتقال صلح‌آمیز قدرت در ونزوئلا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا متحد هستند.